بياني جمعي از ما و مدرسان وامامان جمعو جماعة شهرهاي سنندج دهقلان وروستاهاي تابعه جهت اعلام حمايد از مطالبات ديني وقانوني ملة شريف ايران بسم الله الرحمن الرحيم حوادث هولناك اخير كشوار سیمای ایران عزیز را خونین و ایرانیان را سرشار از اندوه و ماتم تو با خشم و نفرت کرده و جایی از ایران نیست که رد پای خوشادی و خوشحالی در آن مانده باشد صدای ها از گلوی ایرانیان و پدران و مادران داغدار جوانان پرپر پر شده به دست ظلم و جور بلند است نالها و صداهایی که در گوش زمان می پیچد و نزدیک است عرش خدا را بلرزه درآورد بدون ترديد سرانجام ظلم ظالمین جزء هلاکت نابودی نیست قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون پیامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم سرانجام را انتقام إلهي بیان فرموده است ان الله لا للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته آري خداوند به ظالمان فرصت بازگشت میدهد اما هرگاه آنان را مورد خشم و غضبش قرار دهد رهایشان نخواهد کرد وعده الهی حق است لذا با ایمان راسخ به وعده قطعی خداوند اعلام میداریم آنچه ظرف دو ماه گذشته بر مردم ستم کشیده ایران گذشته مصداق بارز ظلم و ستم است پس ما امضا این بیانیه در جایگاه جمعی از مامستایان دینی امامان جمعه و جماعات مساجد سنندج و دهگلان و حومه با اعلام مجدد حمایت قاطع خود از مطالبات کاملا مشروع و قانونی مردم ضمن بیان همدردی با همه خانواده های داغدار وآرزو سعادة اخروی برای همه شهدای ملت درین دو ماه یک بار دیگر خواستهای خدرا را در همگامی و همراهی با ملت مظلوم ایران اعلام می‌کنیم یک ما به الزام المرء بملتزم بهی گفته میزان رأی مردم است را به مسئولان یادآوری می‌کنیم و نیز با توجه به اصل دوم قانون اساسی كحكومة إيران را مبتنی بر إيمان بنفي نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری، و قسط عدل استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگی و همبستگی ملی و طبق اصل ششم که امور باید آراء عمومی اداره شود همچنین طبق اصل پنجاه و ششم که بیان میدارد حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است هیچ کس نمی این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد خواهان برگزاری رفراندومی با سازکار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان و رهبران دینی و ملی و همچنین با نظارت نهادهای بین المللی بیترف جهت برونرفت از وضعیت کنونی هستیم دو تمام زندانیان حوادث اخیر از جمله معوضا محمد خزرنجاد, خزرنجاد که همراه و حامی مطالبات قانونی و شرعی مردم بوده بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند و محاکماتنا عادلانه و فرمایشی متوقف گردد ما به مسئولان حکومت در باب صدور حکم اعدام برای جوانان شجاع این مرز و هشدار داده و تأکید می کنیم که چنین کار دهشتناکی تنها باعث افزایش خشم ملت انقلابی خواهد شد سه تمام آمران و مجریان و سرکوبگرانی که در کشتن و مجروح کردن جوانان این مرزبوم دخالت دارند در دادگاه داد در دادگاه های مردمی و علنی و با قضاوت قضات منتخب مردم محاکمه و مجازات شوند چهار سانسور اخبار و اطلاعات تنها در حکومت های دیکتاتوری و ضد مردمی صورت میگیرد و البته هیچ نتیجه مثبتی هم در بر ندارد پس لازم است که فوری فیلترینگ فضای مجازی و شبکه های اجتماعی متوقف شود پنج ما حمایت کامل خود را از خیزش و های قانونی و روای دانش آموزان و دانشجویان شجاع کشور و علل خصوص کردستان اعلام داشته و تأکید میکنیم که حضور نیروهای سرکوب در مدرسه و دانشگاه خلاف دین و قانون و اخلاق و منافی با وجدانهای سالم بشری است شش از تهديد وارعاب ما مستايان رهبران بزرگان ديني وفعالان ملي ومدني در تمام كشور از جملة مولانا عبد الحميد امام جمعية محترم زاهدان خداري شود تأکید می شود که مواضع درست و به حق ایشان در جریان اعتراضات مردمی کشور مورد تایید ما بوده و یک بار دیگر حمایت خود را از ایشان و دیگر بزرگان و دلسوزان دین و ملت در همه جای ایران اعلام می داریم هفت به همه مردم معترض توصیه می کنیم که نگذارند مسیر اعتراضات مدنی و به حق و مشروع آنان از حالت مسالمت آمیز منحرف گردد هشت ما بیانیه های ماموستایان بزرگوار در دیگر شهرهای مناطق کردنشین را که در حمایت از اعتراضات مردمی اخیر صادر شده تایید و حمایت و همراهی و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم این نورید و الا الاسطلاح مستطعنا و ما ذالک علی الله بعزیز سیوم آبان ماه 1401 الله اكبر الله اكبر الله اكبر